سلام به همه دوستان، من علی رجبی هستم از مرکز آموزش آترین و خیلی خوشحالم که دوباره توی یک آموزش دیگه در کنار شما. تکنیکی که امروز میخوام راجعش صحبت بکنم به نوعی برای طراحان گرافیک میتونه استفاده قرار بگیره و در حقیقت ما با استفاده از اون میتونیم که ایجاد یک حاشیه جذاب بکنیم برای عکس هامون یا پوسترهایی که میخوایم بزنیم و یا هر کار دیگه که میخوایم انجام بدیم. لازمه که دو تا تصویر داشته باشم، حتما تصویر مورد نظرم رو باز میکنم برای اینکه افکتی که میخوام انجام بدم رو بتونم ببینم. ضمن اینکه تصویر رو یا که دقیق بافت من رو تشکیل میده هم باز میکنم که میخوام از اون استفاده کنم. یه نکته رو من میتونم بهتون مذکر بشم که شما حتی از میتونید از هر نوع بافتی که دلتون میخواد عکس بگیرین و روی تکنیکاتون دقیق روی تصاویرتون به عنوان یک تکنیک از اون استفاده بکنید. خیلی تکنیک ساده ایه ولی میتونه جذاب باشه برای شما. کاری که انجام میدم به خاطر اینکه بتونم روی تصویرم جداگانه مانور بدم، اون رو از لایه بک‌گراند جدا میکنم. کنترل A شیفت کنترل J، در حقیقت میام تو منوی سلکت کنترل A سلکت آل و منوی لایر نیو شیفت کنترل J یا لایر وایر کات، دقیقاً اون چیزی رو که انتخاب کردم رو از لایه کات میکنه و به لایه دیگه انتقال میده. یکم مووش میکنم به سمت راست. اینجا کم این کارو انجام میدم به خاطر اینکه نمیخوام پورتری من از کادر بیرون بزنه. کنترل T ترانسفورم، یه مقدار این رو میچرخونم و با توجه به نیازی که دارم میتونم با نگه داشتن کیلد شیفت و آلت سوژم رو اگر نیاز دارم کوچیکتر یا بزرگتر کنم با توجه به نیازم. به طور مثال میذارمش اینجا، پوینتر اینتر میذارم و تاییدش بکنم. نکته اینجاست که خب کاری که باید بکنم بافتم رو به تصویرم انتقال بدم. کلیک درگ با ابزار موو روی تصویرم. نکته مهم، اگر بخوایم دقیقاً تصویر رو که موو کرد رو تا صفحه دیگه تو مرکز قرار بگیره، شیفت رو نگه دارم و دستم رو از روی کلیک موس بر میدارم تا دقیقا روی مرکز صفحه من یا مرکز تصویر من قرار بگیره. تصویر من سیاه‌سفید هست، ترجیح میدم جنسیتی رو یا استفاده بکنم، در حقیقت جنسیتی رو که دارم استفاده میکنم که به عنوان یک حاشیه، به عنوان یک بافت قرار روی تصویر من قرار بگیره، به عنوان یک فریم اون هم سیاه‌سفید بشه. شیفت کنترل یو دیساتوریت رو اجرا میکنم. ایمیج ادجاستمنتس دیساتوریت، اگر که دوست دارید اینجاست فرمان که غلظت رنگی تصویر من رو بگیره. یه نکته جالبی که وجود داره با استفاده از فرمان کنترل ال که باکس لول رو برای من باز میکنه، میتونم روی در حقیقت کنتراست بافتم تغییراتی رو ایجاد بکنم برای اینکه به یک جنسیتی که نیاز دارم برسم. نکته اینجاست که بعدن هم این برای من قابل تغییر هست. سعی میکنم اون قسمتی رو که تیره تر هست روی صورتم باشه، چون دلیلی براش دارم. دلیل من این هستش که بلندینگ مودم رو از نورمال به اسکرین تغییر میدم به این صورت و تصویر زیر من یا تصویر سوژه اصلی من ظاهر میشه. برای اینکه این قسمت ها رو به عنوان یک قاب، به عنوان یک فریم، به عنوان یک جنسیت روی عکسم داشته باشم، خیلی جالب هست که میتونم دوباره با کلید کنترل ال شدت در حقیقت این قسمت رو کنترل بکنم. یه مقداری خاکستری هام رو تیره تر میکنم تا این بافت اینجا به وجود بیاد، یه مقدار کنتراست رو بالاتر میبرم و بدین شکل. خب این لبه ها من رو اذیت میکنه، اوکی میکنم، برمیگم رو لایه یک، فرمان لایر ماسک، ابزار گرادینت رو برمیدارم، رنگ مشکی به ترانسپرنت که میدونیم در فرمان لایر ماسک رنگ مشکی به ترانسپرنت کاملا از بین میبره اون قسمت هایی رو که من به نظرم هست. کلیک درگ میکنم این قسمت ها رو از بین میبرم، همینطور این لبه ها رو برای اینکه بتونم یک جلوه جذاب و یک حاشیه خاصی روی تصویرم اعمال کرده باشم. بعد میتونم با استفاده از فرمان Hue and Saturation و با استفاده از گزینه Colorize کارم رو تک رنگ بکنم و به این صورت به اون تک رنگ و تهمایی که میخوام برسم. اگر با دقت بیشتری کار بکنم و اینجا میبینم که با اضافه کردن یک متن شاید خیلی خیلی جذابیت های بیشتری برای من داشته باشه بافتی رو که ایجاد کردم، اینجا با استفاده از فرمان Hue and Saturation این کار انجام میدم، Colorize و غلظت رو پایین تر میارم، تهمای رنگی هم تغییر میدم برای اینکه به اون تصویری که مد نظرم هست برسم و تکنیکم رو اجرا کرده باشم. امیدوارم که از این تکنیک استفاده بکنید. علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا دیدار بعدی.